اون چیزی که من مرتب خدمتتون عرض میکنم که تقویت روحیه انقلابیه، تقویت ایمانه، بهترینش از طریق تلویزیونه که شما ایمان خودتون رو برای مبارزه حیاتی تقویت کن. چون فقط تو مبارزه مدنی، یعنی مبارزه که با اسلحه نیست، فقط نفوذ کلامه، اثرگذاری کلامه که سرنوش تعیین میکنه. بنابراین دوستی که امروز صبح به من میگه که آقا ببینیم فقط در تلویزیون ها همش مبارزه صحبتی حرفیه یا وارد عمل میشن، حرف در تلویزیون یعنی مبارزه، آموزش دادن. توان و قدرت به بیننده دادن برای اینکه باور کنه خودش که میتونه مبارزه کنه. ما 70 میلیون جمعیت هستیم، ما باید باور کنیم دونه به دونمون که ما میتونیم تغییرات اساسی و دگرگونی در مملکت به وجود بیاریم. اگر این نفوذ کلام باشه و این 70 میلیون به این باور برسن، خب حکومت خود به خود افتاده. هر کسی در کار خودش، هر کسی در جایی که هستش مقاومت بکنه، حکومت بدون مردم که نمیتونه دووم داشته باشه که. بنابراین حربه تلویزیون یه حربه اساسیه، یه حربه حیاتیه. و اگر مجری تلویزیونی، برنامه سازی در تلویزیون میاد صحبت از کاستی‌ها و کمبودهای سیستم میکنه و اونو یادآور میکنه و به شما آموزش میده، یعنی در واقع داره مبارزه میکنه. مبارزه این نیست که برید توی تهران بمب بذارید، توی قم چهار تا آخوند به درخت آویزون کنید. خب حکومت هم امکاناتش هست که بیشتر از این کارا رو بکنه. بنابراین مبارزه‌ای که من خدمتتون عرض میکنم یک مبارزه 100% موفقی خواهد بود، به نتیجه خواهد رسید، به شرطی که با تمام توان و ایمان دنبالش باشیم. امروز بعد شما پای کامپیوتر بودم داشتم فیلم تظاهرات دیروز رو در مقابل نشریه اعتماد ملی میدیدم. مردم شعار میدادن مرگ بر دیکتاتور، مملکت رها کنید، شعار اینجوری. یه خانم جوون اینجا بودن داشتم میشتم، گفتم ای هنوز از این خبرات تو ایران هست؟ بسیار از ما فصلی مسئله نگاه میکنیم. تب تظاهرات، تب نمیدونم مبارزه در تهران بالا گرفته بود، در ایران بالا گرفته بود، ما هم دنبالش بودیم. حالا که به این مرحله دیگه از جنبش و انقلاب داریم میرسیم، مردم خیلی ها عقب نشینی کردن، برگشته به زندگی عادیشون، کمتر خبرها رو دنبال میکنن، کمتر مسائل رو دنبال میکنن. در اینکه روز اولم خدمتتون هست، قرار نیست هر روز 1-2 میلیون نفر تو خیابون ها باشن. مبارزه ادامه داره، مبارزه داغ، مبارزه حساسه. هر کدوم به فراخر حال خودمون باید در این مبارزه سهیم و شریک باشیم. هدفمون همه ما این باشه که آقا در مقابل این حکومت کمکاری کنیم، در مقابل این حکومت گوش شنوا نداشته باشیم. اگه اینو ما توصیه بدیم به همه، به اکثریت ملت، در واقع همون اتفاقی قرار بیفته سریعتر میفته. و نگاه میکنیم در مملکت ما دقیقا الان همین هاست، همین مسائل. امروز من دیدم موسوی یه نامه خطاب به کروبی نوشته و گفته مسائلی که تو در مورد زندانهای ایران گفتی درسته و تاییدش میکنه. یک گروه بازرسی از مجلس رفته بوده در زندان، در زندان ایبین، چند تن از در واقع زندانی لخ شدن و آثار تجاوز رو نشون دادن به نماینده های مجلس، گروه تحقیق. یک زندانی در واقع نشون داده که با باتوم بهش تجاوز کردن و بعد از چند هفته هنوز خونروزی داره. البته یعنی زندانی که در مقابل بروجردی که نماینده در واقع مجلس است و رئیس کمیته امنیت ملی مجلس و یک دیگه از نمایندگان لخ شده بوده، بعد از که بروجردی اینا میگن که اینو ببرید به بیمارستان، میبرندش بیمارستان، 2-3 ساعت بعد برش میگردن به زندان اوین و دیگه سربنیت شد، کسی ازش خبری نداره. امروز نگاه میکنیم که میرحسین موسوی نامه مینویسه به
کروبی و میگه کار شما درست بوده. میگه که خطاب به کروبی می‌نویسه این نامه رسانه غیر ملی، یعنی منظورش رادیو تلویزیونه، و روزنامه‌های کودتاچیان را سراسیمه کرده است. موسوی کلمه کودتاچیان را به کار میبره. پس بنابراین ما در ایران مقاومت رو داریم، مقاومت داره کار خودش میکنه، کسی هنوز تسلیم نشده. میگه که موسوی خطاب کروبی میگه این نامه رسانه غیر ملی و روزنامه کودتاچیان را سراسیمه کرده و موسوی پرسیده است این همه دستپاچگی از چه چیز خبر میدهد. این واکنش خبر از خبرهای وحشتناکی میدهد که ما هنوز اطلاعی از آنها نداریم، خبر از آن که دروغ چون چرکی مسموم روز به روز دامنه خود را گسترش میدهد. آنها از کسانی که در زندان مورد تجاوز قرار گرفتند میخواهند تا 4 شاهد عادل با شرایط ویژه ارائه کنند. اینهایی که مرتکب جرم شدن ایادی حکومت بودند. آیا حکومت علاقه ندارد بداند دستان او با مردم چه میکنند؟ حالا که در واقع کروبی کسی که مدعی هستن بهش تجاوز شده معرفی کرده به دستگاه قضاییه، دستگاه قضاییه میگه که شما باید تو که میگی به من تجاوز کردن 4 شاهد عادل بیاری و این شاهدان باز این شرایط رو داشته شدن، مثل این که در مثلا زندان انفرادی یا در شکنجهگاه که به اینا تجاوز میکردن مثلا از کجا شاهد عادل گیر بیارن، شاهد عادلی که اینا قبول کنن. میگن باید شما 4 شاهد عادل بیارید که بگن ما دیدیم که به این تجاوز شده. حالا اگه مخفیانه بهش تجاوز کرده این چجوری میتونه ثابت بکنه؟ ببینید رژیم چقدر مسخره است. وقتی گیر بیفتیم مسائل مذهبی و فرامین مذهبی با مسائل اجتماعی و سیاسی همین میشه. یک سوال، وقتی که مثلا در زنا، در زنا وقتی که زن و مرد شوهردار یا زنداری با هم دیگه نزدیکی میکنن، مگر نیومده که 2 شاهد عادل میخواد که دیده باشه و بین این دوتا رو دیده باشه که نشه یک مو بین این زن و مردی که با هم همخوابگی نشه در اون لحظه همخوابگی یک مو رد کرد. یعنی دقیقا در حالت عملیات به اصطلاح همخوابگی کامل باشن. این کار میکنید شما وقتی زن رو سنگسار میکنید یا مرد رو سنگسار میکنید؟ تو اتاق خواب چی دیدید که 4 شاهد یا 2 شاهد عادل بوده باشه که دیده باشه و رفته باشه دیده مو هم رد کرده و این از این زنش زن آمد مو رد نمیشه؟ موسوی ادامه میده به راستی وظیفه ایمانی و انسانی یک روحانی انقلابی که با گزارش ها و مراجعات مکرر قربانیان چنین جنایاتی روبرو شده است جز کاریست که شما انجام داده اید. و آنگاه موسوی خواستار آن می شود که روحانیان به سریع ترین لحجه اسلام را از فجایعی که رخ داده است و رخ می دهد تبرئه کنند. و نگاه میکنیم پس بنابراین جبهه موسوی و کروبی روز به روز محکمتر میشه، به هم نزدیکتر میشن و در چنین شرایطی که در واقع کروبی رو مرتب دارن تهدیدش میکنن، موسوی سر از آشیانه بیرون میاره و در واقع حمایت خودش رو از کروبی به این شکل اعلام میکنه. و بعد میرحسین موسوی در یک جای دیگه در مورد این محاکمات میگه، میگه که اینها این افتخار نیست که چند معاون رئیس جمهور و وزیر و افرادی که لانه جاسوسی را گرفتن و زمانی تصاویر آنها را جلوی دوربین های با سربلندی نشان میدادیم و راجع به آنها بحث میکردیم و نماد ایستادگی ما در مقابل قدرت‌های بزرگ بودن، این چنین جمعی در یک دادگاهی با این شکل و قیافه محاکمه کنیم. پس ایشون میدونی 100 دفعه که دارن محاکمه، بیشتر کسایی بودن که در جریان حمله به سفارت آمریکا در ایران دست داشتن. ببینید ورق چجوری برمیگرده. اینا یک زمانی با تکیه به خمینی به اصطلاح دانشجویان خط امام بودن یا رهبران اون داستان بودن، رهبران دانشجویان خط امام بودن که سفارت آمریکا رو گرفت. حالا در چنین شرایط بسیار رقتباری قرار گرفتن، دست انتقام مثل اینکه
قویه. به هر حال نگاه میکنه میگه که این وضعیت زندان ها، موسوی میگه این وضعیت زندان ها و نحوه دستگیری ها و یا دادگاه های قضایی که مقابل روی ماست نشان